اگه یه ذره اهل تکنولوژی و اخبار تک و اینجور چیزا باشین و یه چرخی توی شبکه اجتماعی یا یوتیوب زده باشین حتما یه واژه به گوشتون خورده و اون واژه واژه چت هم توی یوتیوب فارسی هم تو یوتیوب انگلیسی هم توی همه سوشال مدیا در موردش حرف زدن ولی بیشتر صحبت هایی که در موردش شده بیشتر اینه که وای این چه چیز خفنیه و آینده از آن هوش مصنوعیه و بچه‌ها من هرچی بهش میگم انجام میده و پول بهش بدم میره واسه هم خریدم میکنه نمیدونم از این صحبت ها هیچکی نمیده یه ذره میدونی درستتر بررسیش کنه ببینه واقعا این چه پتانسیلی داره یا ما چی کار میتونیم بکنیم ازش یا آیا واقعا این اون چیز خفنی هستش که همه دارن در موردش صحبت میکنن یا نه من به عنوان کسی که خودش یه نوک انگشتش رو در اقیانوس بیکران هوش مصنوعی یه ذره زده و حالا یه ذره میدونم این اکوسیستمش چه جوریه و با واژه‌هاش یه ذره آشنایی دارم گفتم که براتون بگم که این اصلا چه جوری کار میکنه آیا واقعا این شاهکار یکتایی هستش که همه دارن تو شبکه اجتماعی یا میگن و اینکه چیکارا کلا باهاش میشه کرد این ویدیو رو حتما نگاه کنید فکر کنم به این حوزه خیلی علاقه مندتون کنه اگر هم تا الان سابسکرایب نکردین تو کانال لطفا سابسکرایب کنین که کانال خیلی سریعتر رشد کنه لایک و کامنتتون هم که مثل همیشه به من انرژی میده خب چت جی پی اصلا چی هست چت جی پی یک سرویسی هست یه آدرس سایت در واقع یه وب سرویسه شما میری توش اونجا یه تکست باکس توش یه سوال یا هر چیزی هر چیزی که میخوای مینویسی و این الگوریتم هوش مصنوعی یا اون پشت هست میاد و مطابق با اون جمله که شما اونجا نوشتی یه پاسخ خیلی طبیعی و باورپذیر بهت میده اصلا هم کاری نداره اصلا محدودیت نداری که چی باشه هرچی بگی اون بهت یه پاسخ قابل تعمل میده با نگارش خیلی خوب و انتخاب کلمه کاملا درست انگلیسی برای استفاده ازش شماره تلفن میخواد نه اگه از ایران باشین احتمالا باید یه شماره تلفن یا مجازی یا یه شماره تلفنی که از دوستاتون خارج کشور بدین که فقط ثبت نام کنید بعد از اون دیگه میتونید راحت لاگین کنید و ازش استفاده کنید سازنده این سرویس هوش مصنوعی خیلی باحال کیه سازندش در واقع یک شرکتیه به اسم OpenAI که مدیر عاملش آقای به اسم آلتمن این سملتمن، حالا اینا رو به عنوان اطلاعات جانبی میگم که واسه تون جالبه این آقای سملتمن، این در واقع یکی از اعضای کلیدی یه شرکت دیگه به اسم وای کامبینیتور بود حالا وای کامبینیتور چیه؟ اولین شتاب دهنده استارتاپ ها بوده در دنیا سال 2005 کارشون رو شروع کردن و خیلی از استارتاپ ها یعنی در واقع شرکت های قول فعلی که ما میشناسیم توسط این شتاب دهنده استارتاپ کشف و سرمایه گذاری شده روشون و در واقع اینا ببینید 2005 این کارا رو شروع کردن ما کی ای تو ایران است معنی استارتاپ رو تازه فهمیدیم تقریبا 2015 اینا بودش که جوش افتاد تازه شروع کردن یعنی آدمایی که توی اون شرکت بودن ده سال حداقل از ما جلوتر بودن تا ده سال پیشش یعنی داشتن اون کار رو به عالی انجام میدادن ما تازه ده سال بعدش شروع کردیم خب این آقای مدیر عامل و سایر دوستانش که این شرکت رو بنا کردن کلی هم سرمایه خیلی خوب دارن سرمایه گذاراشون مثلا یه شرکت مثل مایکروسافت که سال 2019 اومده یک میلیارد دلار گذاشته روی اینا همون اول که شروع کرده بودن یا مثلا ایلان ماسک بوده نه گذاره بنیانگذاره لینکدین توش بوده یا حتی گروه سرمایه گذاری سکویا کپیتال بوده که خیلی از ستارتاپ ها در واقع شرکت های بزرگ فعیلی مثلا مثل ایر بی بی که الان میبینیم و این شرکت های سرمایه گذاری مثل سکویا اومدن و بزرگ کردن پس وقتی شما میبینید این سرمایه گذارا توی این شرکت اوپن ای آی اومدن سرمایه گذاری کردن یعنی اینا میدونستن که چه پتانسیلای این تو هست ولی خب این اوپن های فقط نیومده این چت جی پی تی رو بسازه چندین سرویس دیگه داره خیلی کلا به صنعت هوش مصنوعی کمک کرده سرویس های اوپن, اوپن, سورسی گذاشته که همه تونستن ازش استفاده کنن و کارش تو این حوزه واقعا قابل تقدیره حالا سوالی که واسه خود من خیلی جذاب پاسخش اینه که اصلا یه چیزی مثل چت جی پی تی چطوری میتونه هر چیزی که ما بهش میگیم رو جواب بده خب یعنی در واقع جادو جنبل که نیستش یا مثلا یه فر فضا نیومده که اینو طراحی کنه بگیم وای چه دانش فرازمینیه یه چیزی باید باشه با همین چیزای هوش مصنوعی که ما میشناسیم دیگه فقط اومدن خیلی خوب اجراش کردن در مقیاس خیلی وسیع ببینید چت جی پی تی و سرویس های مشابهش کلا همه زیر مجموعه یه شاخه از هوش مصنوعی به اسم جنریتیو ای آی حالا نمیدونم ترجمه درستش چی میشه هوش مصنوعی مولد هوش خلاق چیزی که در واقع خلق میکنه نه اینکه فقط بیاد یه سری اطلاعات رو تحلیل کنه تحویل ما بده میاد و یه محصول جدید بر اساس اطلاعات قبلی خلق میکنه به این حوزه میگن جنریتیو ای آی و حوزه بسیار در حال رشدیه توی همین سال 2022 که گذشت سرمایه گذاره یک و 37 دهم میلیارد دلار اومدن توش سرمایه گذاری کردن و داره به سرعت سرمایه گذاری تو این حوزه میره جلو واسه همین فیلد بسیار پولسازی اگه علاقه داریم به این چیزا میتونیم پروژه رو بیارین این سمت تا بعد پول توش ریخته دیگه این جنراتیو ای آی که گفتیم کلی زیر مجموعه داره یعنی سرویس های خیلی مختلفی تا الان توش طراحی شده حالا جلوتر بهتون میگم یکیش این سرویس های در واقع بیسیه یعنی مثلا مکالمه هایی هستش که ما با یه هوش مصنوعی میتونیم انجام بدیم یعنی که اون هوش مصنوعی با تکست و محتوای نوشته شده میتونه واسه ما انجام بده اکثر این مدل ها از جمله خود چت جی بر اساس یک الگوریتمی هستن بر اساس مدلی هستن به اسم Large Language Models یا LLMs نه فقط چت بلکه خیلی سرویس های دیگه که شما میبینید مثل سرویس های ترجمه سرویس های خلاصه کردن متن نمیدونم ریفریز کردن بازنویسی متن همه این چیزهایی که میبینید و پایه این LLM ها بنا شده این چت جی پی تی هم اون مدل درونیش در واقع همون جی پی تی که میبینیم بخش دوم مدلیه که بر اساسش داره کار میکنه و مخفف Generative Pretrained Transformer هستش اون هم توی همین شاخه ال ها هستش حالا ورژن های مختلف داشته این جی پی تی این ورژنی که در واقع این چت جی پی تی باش کار میکنه 3.5 شه ورژن های ساده ترش هم بوده سازنده از همونا استفاده کردن ولی این آخرین ورژنش دیگه خیلی خوب و قشنگ داره کار میکنه واسه همین معروف شده این لارج لنگویج مدل ها این ال ال چجوری کار میکنن اینا میرن ببین هر چی تکست تو اینترنت هست تو شبکه های اجتماعی هست توی کتابای کتابخونه کتاب ای که اینا دسترسی دارن حالا کتابای لایبرری مجازی منظورمه دیگه به اینا میرن هر چی تکست هست میخونن هر داکیومنتی هست میخونن و بر اساس موضوعات مختلفی که میتونن از اونا برداشت کنن واسه خودشون یه سری مدل ترین میکنن و اینطوریه که وقتی شما بهشون یه جمله میدی این میاد این جمله رو تحلیل میکنه نمیدونم لحنش رو میفهمه سوالی خبری بودنش میفهمه نمیدونم هر چیزی بگه موضوعش رو میفهمه و میره واسه شما از بین این همه دانشی که خونده یه جمله رو شروع میکنه به نوشتن و تحویل دادن به شما که اینا در واقع هر کدوم یکی از سرویس هاست دیگه یعنی مثلا اگه میبینین الان چت جی پی تی بهش فارسی هم بگین فارسی هم جواب میده این داره از سرویس ترجمه‌ش هم استفاده میکنه اگه بهش میگین خلاصه فلان چیزو به من بگو خلاصه میکنی از اون سرویس سامری کردن که یه سرویس جدا هم هست داره استفاده میکنه یعنی چندین سرویس اومدن با همدیگه فشرده کردن شده یه چیز قولمانندی مثل این چت این پس بعد از اینکه موضوع شما رو فهمید میره و توی این مدلی که واسه خودش ترین کرده از همه مطالبی که دیده شروع میکنه واسه شما کلمه ساختن حالا این بخش کلمه این جمله سازیش خیلی جالبه واسه خود من یعنی واقعا این مدلیه که این مدل های ال اینطوری کار میکنن خیلی هاشون. یعنی سازنده های چت جی پی جایی نیومدن بگن که آقا ما اینجوری کار میکنیم مصاحبه هم نکردن از کدش هم نذاشتن جایی و اینا واسه همین اینا همه هم حسیات بر اساس نوع پرفورمنسی که داشته حالا متخصصایی که بیشتر این الگوریتم رو میشناختن ببین این میاد حدس میزنه که بعد از هر کلمه ای احتمال این که کلمه بعدیش بیاد چقدره در واقع میاد و محتمل ترین کلمه ای ممکن رو بعد از هر کلمه میذاره توی اون حوزه ای که شما ازش سوال پرسیدین و اینطوری یه جواب منطقی و خیلی نرمال و قابل باور که make میکنه برای ما میسازه مثلا فرض کنید این تا الان اومده مای میخواد بگه مثلا اسم من فلانه خب مثلا میخواد اسم من چت جی این خب خودش گرامر که نمیدونه میاد میگه آقا مثلا فرض کنه اون ماین نیم اومده نوشته حالا به هر طریقی برای اینکه بفهمه فعل بعدیش چیه این تو اون اطلاعاتی که رفته خونده اون داکیومنت ها اون همه تکستی که خونده دیده آقا نظر آماری احتمال اینکه بعد از ماین نیم ایز بیاد خیلی بیشتر از اینکه ماین نیم مثلا آر بیاد و بر اساس اون میاد ایز رو انتخاب میکنه یعنی محتمل ترین کلمه ای که تو اون شرایط مچ می شده و مناسب بوده که بیاد حالا اینو خیلی ساده شده دارم میگم ولی میخوام بهتون بگم که این کلمه ها یه هر کدومشون یه احتمالی داره که بعد از اون یکی بیان و اینجوری این جمله رو می سازه مگر نه فکر نکنید یک جادو جنبلی اون پشت اتفاق میفته یه مدل ریاضیه که میگه آقا بر اساس اون اطلاعات عظیمی که ما تو این همه داکیومنت خوندیم هر کلمه چقدر احتمال داره که بعد کلمه بعدی بیاد و خب اینو خیلی حرفه‌ای تر انجام دادن و نتیجه شده این چیز قشنگی که ما میبینیم حالا دقیقا به خاطر همین ویژگیش که میاد بر اساس ترین کلمه جمله‌هاشو میسازه معمولا شما ساده ترین و بیسیک ترین کلمات رو میبینید این به کار میبره یعنی وقتی یه آدم حرف میزنه به خاطر خلاقیت و حالا نوساناتی که ذهنمون داره یه یه کلمه عجیب غریب ممکنه بیاریم یه ساختار عجیب بیاریم ولی این هیچ وقت این کار نمیکنه و همیشه محتمل ترین و سیف ترین و ساده ترین شکل مخ... ممکن رو میاره به عنوان مثال من اومدم بهش اه... یه سوالی کردم که میدونستم حالا اونقدر محتوا در موردش نیستش توی وب و ازش پرسیدم موفق ترین یا حالا معروف ترین یوتیوبرای فارسی رو واسم نام ببر میخواستم ببینم چی میگه نتیجه شد این و خب همونطور که میبینی این آدما یوتیوبر نیستن اینا صرفا آدمایی که اسمشون تو شبکه اجتماعی ها به انگلیسی زیاد اومده تو شبکه اجتماعی تو سایت های خبری یا حالا هر جا و این رفته خونده و اینو تونسته نسبت بده به اینکه اینا ایرانی هستن و فکر کرده که وقتی من ازش میپرسم آقا معروف ترین ایرانی رو بگو صرفا اگه یه سری آدم معروف رو پیدا کنه که میدونه اینا مثلا به واژه کلمه ایران هم متصل هستن احتمالا جوابش درست میشه خب این یکی از چیزهایی که نشون میده این داره حدودا چطوری کار میکنه و خب صد البته نشون میده این چقدر اشتباه میتونه بکنه پس نگاه نکنید به اینکه چقدر ترتمیز جمله هاش رو جمله بندی میکنه و کلمه های درست میاره خیلی از اطلاعاتش اشتباه است و خود سازندهش این آقای سمرتمنم تو توییترش گفته بود اصلا در مورد هیچ چیز مهمی به روی این تکیه نکنید فعلا حداقل سوال بعدی که میشه اینه که خب به چه دردی حالا واقعا میخوره نه اینکه بریم باش بازی کنیم یا مثلا این جایگزین چه شغلایی میتونه بشه ببین مهمترین کاربردش الان اینه که این میتونه متن های غیر خلاق و تکراری که در واقع یه آدم نیاز نیست بشینه و تحلیلش کنه و یه جوری متنای تکراری حساب میشه رو خیلی تر و تمیز و قابل اعتماد بنویسه مثلا کجا این کاربرد داره ببین یه شغلی هست به اسم کانتنت رایتر حالا بی احترامی نشه بهشون ولی خب خیلی از کسایی که بلاگ می نویسن واسه مثلا وبسایت شرکت ها و اینا در واقع کارشون این بود که میرفتن یه سایت خارجی یا مثلا یه سایت دیگه یه متنی رو میدیدن اینو ریفریز میکردن جمله بندیش رو عوض میکردن میومدن به عنوان بلاگ پست به اون شرکت میفروختن به تیم شبکه اجتماعیشون و اونا میذاشتن تو بلاگشون که تو گوگل بیاد بالاتر خب خیلی از این کانتنت رایترها در واقع شغلشون میتونه جایگزین شه توسط همچی سرویسی به خاطر اینکه خیلی تمیز الان میتونی بهش بگی آقا یه بلاگ پست در مورد مثلا کاشی دستشویی بنویس و این واسط اون رو می شما میتونی بری تو بلاگ پست سایتت که مثلا توش کاشی دستشویی میفروشی پس این افراد در معرض خطر هستن ولی در کل این الگوریتم هوش مصنوعی کمک میکنه که افراد کارشون رو و موثرتر انجام بدن نه اینکه شغلشون رو هست کنه یعنی اون کانتنت رایتره به جای اینکه بیاد ای همون کار بورینگ نوشتن رو انجام بده میتونه خیلی راحت بیاد و از این استفاده کنه اون متن آماده رو بگیره اون متن رو خیلی جذابتر و پربارتر کنه و اون وقت بره بفروشه به همون کارفرماش حالا از این از همین ویژگی متن نوشتن شما میتونید مثلا واسه نمیدونم مقدمه یه مقالهی که می‌خوایم بنویسین هم استفاده کنیم مثلا بهش یه پاراگراف در مورد انرژی های تجدیدپذیر واسه من بنویس چرا بخاطر اینکه خب اطلاعات خیلی مهم و کلیدی که نیستش یه خلاصه ساده است میتونید ازش استفاده کنید ولی حالا جلوتر بهتون میگم این کار ممکنه ممنوع باشه یه کار جالب دیگه که میکنه و واقعا به نظرم قشنگه اینه که میتونه بهتون ساختار یا استراکچر کدی که میخوایم بنویسیم واسه برنامه رو بهتون بده مثلا میتونید بهش بگین یه کد پردازش تصویر واسه من بنویس و خیلی تر و تمیز میاد استراکچرش رو بهتون میده و واقعا هم کار میکنه ولی خب خودش هم همیشه میگه میگه این کد رو به عنوان پایه استفاده کن و برو تکمیلش کن. خیلی هم تمیز کد رو واسهتون کامنت گذاری میکنه و توضیحش میده و میتونید ازش به عنوان پایه کدتون استفاده کنی یا واسه یادگیری چیز خیلی خوبیه در کل کاربردش خیلی زیاده نمیتونه جایگزین این سرویس های چت بات بشه ولی فکر کنم مهمترین کاربردی که هممون رو تحت تاثیر قرار بده اینه که احتمالا آینده ی سرچ انجین رو عوض میکنه مایکروسافت که خودش از سهام داره این شرکت اوپن ای بود احتمالاً اومده یه سرمایه گذاری خیلی عظیم داره روش میکنه که این چچپیتی رو بیاره حالا ورژن های پیشرفته ترش رو بیاره توی سرچ انجینش و مثلا اینطوری میشه که شما وقتی یه موضوعی رو تایپ میکنی میگه آقا قشنگترین رنگ برای ماشین در سال مثلا 2022 مثلا یه همچین چیزی رو بزنید این احتمالا دیگه به جایی که بره یه عالم سرچ ریزالت واسهتون بیاره و شما خودتون مجبور باشین برین اونا رو بررسی کنین ببینین چیه این خودش میاد اون محتوا رو یه ارزیابی میکنه بر اساس اونا به شما یک جواب میده رفرنس هم میگه که از کجا این جواب در برده و دیگه کار شما رو راحت میکنه دیگه لازم شما برین هی توی اون سرچ ریزالت بگردین ببینین جوابی که میخواین کجاست توی اون سرچ ریزالتا و این چیزیه که خود گوگل هم تلویحا تایید کرده و گفته که سعی میکنه اونم به زودی استفاده بکنه از همچین سرویس هایی ولی احتمالا در چند سال آینده آماده باشین که نحوه سرچ کردن اون تو اینترنت هم به زودی عوض شه یه نکته میخواستم در مورد ممنوعیت استفاده ازش بگم مثلا دانشگاه خود ما چند روز پیش یه ایمیل زد و گفتش هر گونه استفاده از هوش مصنوعی مثل چت در متونی که ایوالیویت میشن و نمره دهی میشن مثل امتحان، تحقیق، هر چیزی، مقاله حتی ممنوعه و خب این دیگه حجت رو تمام کرد بر بسیاری از رو احتمالا خیلی دانشگاه دیگه هم به زودی این کار رو میکنن یا اینجا توی کانادا اومدن توی بعضی استانها گفتن که بچه ها اصلا نباید واسه نوشتن اون مقالاتشون و تحقیقاشون و اینا از چت جی پی تی استفاده کنن که مثلا فرض کن بهتون میگن یه تحقیق در مورد پروین اعتصامی بنویسین یاتون حالا تو دوران مدرسه ما خیلی مود بود خب بزنید به چت جی پی تی اینو آماده بهت میده دیگه خب حقم دارم بیان اینجا ممنوعش کنن یا مثلا تو این سایت استک اوورفلو که شاید اگه مشکل برنامه نویسی داشته باشین تا حالا باهاش کار داشته باشین اون بغل خیلی ریز اومده گفته که آقا استفاده از چت جی پی تی ممنوعه یعنی این واسه جواب سوالا برین چیزی که چت جی گفتی رو کپی پیست کنیم ورداریم بیاریم اینجا پس هنوز یه سری قوانین داره واسش در واقع در نظر گرفته میشه که ذره ذره اون قوانین هم رشد میکنن که ببینن چطوری با همچین تکنولوژی باید برخورد کنن نکته بعدی اینه که آیا چت جی واقعا اون شاهکار یکتایی هستش که همه در موردش صحبت میکنن یا نه یعنی آیا این،, این, یه چیز خاصه و اصلا دیگه مثلش نداریم جواب اینه که خیر این یک چیز خاص نیستش که بی‌نظیر باشه توی این حوزه generative AI خیلی های دیگه فعال بودن فقط چون سرویسشون رو مثل اینا نمیدادن پابلیک و رایگان کنن دیگه اینجوری نبوده که مثلا اصغر آقا بقال سر کوچه هم بشینه پای چت جی بعد بیاد مثلا تو شبکه اجتماعی در موردش بگه چت جی خوبه و فلان و اینا در واقع اونای دیگه سرویس های پولی هستش که خیلیامون نمیشناختیم مثلا مشابه های همین چت سرویسی هست مثل جسپر، مثل لکس، مثل هایپر رایتر که اینا هر متنی بهشون بگی واسه می نویسن، جنریت میکنن و خیلی هم باحالن اما فراتر از این سرویس های متنی، سرویس های جنریتیو بسیار زیبایی هستش که بعضیاش رو هم همین اوپن ای آی داده، بعضیاش هم توسط شرکت های دیگه بوده و خیلی هم قشنگ کار میکنن مثلا دالی که واسه همین اوپن ای هست در واقع عکس های مختلف رو میتونه واسه اون از هیچ خلق کنه مثلا بهش میگه آقا یه همچین چیزی رو به صورت تکست میتونی بهش بگی همچین چیزی رو واسه من خلق کن و اون یه عکس خیلی جایی مثلا میگی آقا اسب و کیک خامه و پرچم ایران با اینا میاد یه عکس واسط خلق میکنه و تعویلت میده خیلی هم جالب میشه یا مثلا سرویس هستش که میتونی به صورت تکست بنویسی آقا من یه آهنگ میخوام آهنگ مثلا بندری با صدای جاستین بیبر با ترسناک واسه من بساز و میاد یه آهنگ واسط میسازه یا حتما دیدین ادیتورای ویدیو یعنی ویدیو رو بهش میدی بعد میگه آقا اینو با یه تم شاد واسه من ادیت کن خودش در میاره ادیت میکنه تحویلتون میده حوزه های خیلی مختلف هست حتی در مورد اون برنامه نویسی که گفتم چت جی پی انجام میده توی همین حوزه هم چندین سرویس و سایت جنریتیو ای آی طراحی شده که شما بهش میگی این کد رو واسط میسازه یعنی این کارهایی که چت جی میکنه یه چیز یونیک خاص تا حالا تجربه نشده نیستش بودن فقط نیومدن همه رو جمع کنم و رایگان در اختیار مردم قرار بدم واسه همینی که اینقدر چت معروف پی الان یکی از این سرویس ها که خیلی به نظر خودم جالب بود یه سرویس به اسم مکت که مدیر عامل چند اومده بود دانشگاه ما یه قرفه ای داشتم من توجهم جلب شد رفتم دیدم که این میای به سایتشون در واقع اون سامانه شون یه جمله می نویسی. مثلا میگه آقا من یه نقشه ساختمون میخوام دو با این متراژ نورگیر آشپزخونه مثلا دور از دستشویی فلان همه این توصیفا رو میکنی بعد این میاد بر اساس اون توصیفی که تو کردی نقشه پلان ساختمون بهت میده و سه سوت این کار رو انجام میده یعنی یه جورایی انگار این میخواست جایگزین شغل اون طراحای چی میگن نقشه کشای ساختمون بشه و خیلی دیگه داره پیشرفت میکنه خیلی چیزای جالبی داره ازش در میاد حالا تخمین میزنن بیشتر از 450 سرویس مختلف توی این جنراتیو ای به صورت تجاری الان وجود داشته باشه و آخرین نکته این که آیا متونی که با این هوش مصنوعی و چچپیتی تولید میشه رو میشه تشخیص داد جواب اینه که بله برای اینکه بدون چه خب وقتی یه چیزی مدل داشته باشه شما یه الگوریتمی هم میتونی بنویسید که اون مدل رو تشخیص بده بنابراین میشه گفتش که خب آره این تکست هایی که با این الگوریتم نوشته بشه قابل تشخیص هست مثلا یکی از سازندگان اون الگوریتم های GPT و ورژن های قبلیش یا چند تاشون با همدیگه جمع شده بودن یه سایتی داشتن بچه های MIT و هاروارد بودن فکر کنم. که توش تکست رو میدادی این بهت میگفتش که با چه احتمالی این تکست توسط انسان نوشته شده یا توسط ربات نوشته شده و بر اساس همین الگوریتم بودش که آقا چقدر احتمال داره هر کلمه بعد از اون بیاد در واقع یه الگوریتمی بود که اینا واسه تست ورژن قبلی خودشون ساخته بودن حالا اینو پابلیک کرده بودن که همه بتونن استفاده کنن واسه مقاصد آموزشی پس الگوریتمی هستش که بتونه اینو تشخیص بده نرم افزارهایی هم هست مثل اتنتیکیت یا ترنتین که توی سیستم های آموزشی استفاده میشه و اگه مقاله هاتون تکالیفتون اینا رو با این چیزا کپ زده باشین احتمال خیلی زیاد پس من مراقب باشین و برای چیزایی که نمره میشه ازش استفاده نکنید این هم از ویدیو در مورد چت جی پی تی. امیدوارم که نکات جالبی ازش یاد گرفته باشین و براتون مفید بوده باشه خوشحال میشم که توی کانال حتما سابسکرایب کنید لایک کنید و کامنت بذارید نظرتون رو واسم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار